یک روش دیگه مخاطب متقاعد کردن مخاطبا در خصوص فرضیه‌های غیر واقعی، چیزی که اصطلاحاً بعضیا بهش میگن اثر اوتلو. نمایشنامه اوتلو رو شاید خیلی شنیده باشید، ماجراش رو. اوتلو در واقع شخصیت کلیدی این نمایشنامه شکسپیر هست که شخصیت منفی نمایشنامه که در واقع دیاگو هست میخواد اون رو متقاعد کنه که همسر اوتلو یا دزدمونا این داره بهش خیانت میکنه، منافعی هم داره در این که بتونه اون رو متقاعد کنه در این جهت. هیچ فکتی هم نداره، چون واقعا دزدمونا خیانت نمیکنه و هیچ اتهامی متوجهش نیست. اون میاد شکهایی رو به صورت تحلیلی در ذهن اوتلو ایجاد میکنه که به هر حال به این دلایل ممکنه که دزدمونا دلیلی نداشته باشه که به تو وفادار باشه. اصولا چرا باید وفادار باشه؟ اصولا به این دلایل اون میتونه وفادار نباشه و امثال اینها. و طبیعتا اوتلو هم رد میکنه به شدت مجموع این فکتها رو، ولی شک توی ذهنش میفته و این شک کم کم ادامه پیدا میکنه، تقویت میشه. رفتارهایی از همسر خودش رو که این رفتارها هیچ چیز رو اثبات نمی کنن، شاید یکیشون نتیجهش اینه که اون یک روزی حوصله نداره، شاید یکیشون نتیجهش اینه که اون یک روزی میخواسته بیاد از یه جایی خورده دیر رسیده یا چیزهای دیگه از این قبیل رو، اینها رو کنار هم دیگه میذاره، تئوری پردازی میکنه و آخرش به این فاجعه میانجامه که او همسرش رو در واقع میکشه. واقعا به نظر میاد که در مطبوعات هم این کار انجام میشه. خب ما به لحاظ فیزیکی کسی رو نمیکشیم، ولی بعضی وقتا با کنار هم گذاشتن مجموعه از این فرضیه ها و شک ها حیثیت یک نفر رو نابود میکنیم، او رو در سطح افکار عمومی ممکنه بکشیم، در حالی که چیزهایی که به عنوان فکت در نسبت دادن یک رفتار یا یک ویژگی به کسی مورد استفاده قرار دادیم واقعا فکت نیستن، صرفا مجموعه ای از فرضیات ما هستن. شاید تفاوت این روش اصطلاحاً اثر اوتلو با اثر فورت این باشه که تو اثر فورت شما میایید یه مجموعه ای از شپ فکت ها رو میریزید به سر مخاطب، در حالت دوم مثل ماجرای نمایشنامه اوتلو لازم نیست حتی شما انبوهی از شپ فکت ها رو بریزید به سر مخاطب، ممکنه که با این با چند تا دونه شپ فکت روی هوا یا زن روی هوا نتیجه گیریتون رو صادر بکنید. کما اینکه در زندگی اجتماعی هم اتفاق میفته و خبرهاش رو شما تو صفحه حوادث میخونید، افراد روانپریشی هستن که دست به قتل میزنن به این خاطر که مثلا با دو تا فکت کوچیک، چند تا فکت کوچیک به این نتیجه رسیدن که مثلا فرض کنید که طرف همسرش یه روزی شارژ موبایلش تموم شده، نتونسته خبر بده کجاست، دیر رسیده و همین تقویت کننده یه سری شکهای قبلی شده و قتل جنایتباری رخ داده. در دادگاه‌های خانواده، در کشورهایی که قتل‌های ناموسی در جریان هست، شما به موارد متعددی از این نوع رفتار برمی‌خورید. یعنی حالا فارغ از ماهیت غیر انسانی این قتل‌های ناموسی، به هر حال مواردی که اشخاصی رفتن پای قتل کسانی از اعضای خانواده‌شون در حالی که اون چیزی که فکر میکردن اون فرد بهش متهم هست هرگز انجام نشده بوده، فرد یه سری شکا رو کنار هم دیگه گذاشته و یک نتیجه ای رو گرفته و این نتیجه انقدر براش قطعی بوده که بر سر اون دست به قتل زده. مشابه این اتفاق همونطور که عرض کردم در فضاهای مطبوعاتی هم میفتن. یه انحراف رایج دیگه در نحوه دستکاری فکت ها روشیه که عبارت هست از این که روزنامه‌نگار، تحلیلگر یا فعال، هر چی اسمش رو بذاریم، نتیجه گیریش از اول گرفته شده و البته بعدش هم نمیاد که فکتوال جلوه بکنه به نظر بیاد. در نتیجه فکت‌های او هر چی باشن او میتونه با اونها همون نتیجه گیری یکسان خودش رو بگیره. به عبارت دیگه اون نتیجه گیری است که تعیین کننده است و نه فکت‌ها، در حالی که روش منطقی معمولا برعکسه دیگه. شما فکت هاتون رو کنار هم دیگه میذارید به این نتیجه گیری میرسید یا نمیرسید. معنیش نیست که فرضیه اولیه ندارید، فرضیه اولیه دارید، ولی فرضیه اولیه فقط واسه اینه که ببینید این فکت ها آیا اون رو اثبات میکنند یا نمیکنند، و اگر نکردن فرضیهتون رو کنار میذارید. اما در این روش که روش خیلی رایج هم هست، قطعا در کشور خود ما
در بین ماها خیلی رایج هست، شما نتیجتون مشخصه. حالا دوست هم دارید فکتوال جلوه بکنید، این فکت ها رو یه جوری کنار هم دیگه میذارید که به نتیجه شما کمک بکنه. فکت ها اگه 180 درجه برعکس هم بشن، باز دوباره بلدید که چجوری اینا رو کنار هم دیگه بذارید که فرضیاتون کمک بکنه. اجازه بدید دوباره بریم سراغ همون مثال عجیب غریب روسیه. شما فرض کنید که باز میخواید این تئوری رو اثبات کنید که کشور آمریکا رو دارن روس ها میگردونن. یه رسانه ای رو شما بهش در واقع دارید توجه ویژه میکنید و اون رو متهم میدونید که عامل روسیه در کشور آمریکاست. فکتاتون میتونه در این حد باشه. خبری منفی در مورد روسیه و مثلا در مورد دولت پوتین منتشر میشه، خبر منفی هستش که خیلی بده، اما شما نگاه میکنید میبینید که این رسانه‌ای که در معرض شک شماست این خبر رو چاپ نکرده، منتشر نکرده. دلیل منتشر نکردنش هم فقط به راحتی میتونه این باشه که اون کسی که باید خبر رو مینوشته یا کار میکرده کند جنبیده و اون لحظاتی که شما دارید متن رو تهیه میکنید که اون متن توضیح میده که ببینید این هم یک فکتی که نشون میده که این رسانه چقدر مشکوکه، در همون لحظه واقعا کسی داره اون خبر رو مینویسه. شما متنتون رو منتشر میکنید، میذارید روی فیسبوکتون که این هم یک فکت مهم، که حالا فیسبوک که اجازه بدید که یه محلی اونورترش رو برم، رو رسانه‌تون منتشر میکنید که خبری به این مهمی اومده، اینقدر ساعت گذشته راجبش در این سایت چیزی نیومده و این خودش نشون میده که اینها چقدر وابستگی دارن به روسیه. یک رو بعد از اینکه شما این رو منتشر میکنید، از قضا اون خبر با تفصیلات توی اون سایت منتشر میشه، اما شما که قرار نیست از نتیجتون برگردید. واکنش بعدی شما این خواهد بود که بعد از این که افشا کردیم که اینها خبر مربوط به روسیه رو سانسور کردن، مجبور شدن که خبر رو منتشر کنن. خبر منتشر شده، 7-8 ساعت هم روی سایت اونها میمونه، نهایتاً خب خبرهای جدید میان، از صفحه میره بیرون، بازم شما کوتاه نمیاید. واکنش بعدیتون این خواهد بود که بعد از این که به خاطر واکنشایی که ما و بقیه نشون دادیم اونها مجبور شدن خبر رو چاپ بکنن، معلوم نیست در ساعت فلان چه اتفاقی افتاد که ناگهان خبر از صفحه حذف شد، در حالی که طبیعتاً هیچ خبری برای اول در هیچ صفحه خبری نمیمونه، خبرهای جدیدتر میان و اون رو خارج میکنن و این قضیه رو میشه ادامه داد و ادامه داد و هر اتفاقی بیفته شما نتیجه گیریتون مشخصه، قرار هم نیست که تغییر بکنه. شبیه شیوهی که خیلی از هواداران متعصب مثلا تیم‌های ورزشی، مثلا تیم‌های فوتبال استفاده می‌کنن. طرفدار یک تیمی هستن و اون رو بهتره می‌دونن. هر اتفاقی که بیفته در واقع اون تیم هستش که در حالت محق قرار داره. اگر بعد از 90 دقیقه مثلا ضد فوتبال یا بازی ضعیف یا دفاع گل بزنه تیمتون، شما استدلال می‌کنید که به یک بازی هوشمندانه حریف رو خسته کرد و بعد تیما گلش رو زد. اگر بعد از 90 دقیقه حمله کردن گل بخوره، این استدلال در مقابل حریف به کار طبیعتا نمیبرید، میگید که یک بازی که کاملا به نفع ما بود در یک لحظه شانس در واقع تیم مقابل تونست در اولین و آخرین حملهش گل رو بزنه و یک بازی ضعیف و ضد فوتبال و اینها. اگر تیمتون یک تیم 10 نفره رو ببره، استدلال شما این خواهد بود که خب تیم مقابل انقدر وحشی بازی در آورد که مجبور شد داورکشون اخراج بکنه و خب تیم ما به حقش رسید. اگر تیم شما 10 نفره بازه، اون وقت روایت بعدی میشه که ضد داوری و اینکه داور توطئه کرد یا اینکه جهتگیرانه قضاوت کرد باعث شد که ما نتونیم در یک فضای برابر رقابت کنیم برای بازی. هر اتفاق دیگری هم بیفته، شما نتیجه گیریتون مشخصه که تیم شماست که محقه. خب حالا این تیم ورزشی بعضی وقتا میتونه تیم سیاسی ما باشه، تیم اجتماعی باشه ما باشه، تیم اقتصادی ما باشه. یه مثال دیگه باز اگر بخوام از فوتبال بزنم، نمونه پیشبینی هایی هستش که افرادی انجام میدن و همیشه یکسان هست. ببینید مثلا شما فرض کنید، شما حالا در ایران معمولا تیم های استقلال و پرسپولیس پرطرفدارترن، یکی از این دوتا تیم رو شما طرفدار سرسختشون هستید و نه منطقیشون. شما معمولا قبل از هر بازی، اگر مثلا استقلالی هستید، هر بازی استقلال با پرسپولیس، شما پیش بینیتون جز این نیست که تیمتون میبره.
یعنی شما 20 ساله دارید بازی‌های این دو تیم رو دنبال می‌کنید. قبل از هر بازی پرسپولیس و استقلال شما به عنوان مثلا یک پرسپولیسی همیشه میگی تیم ما برنده میشه. اگر زمانی بعد از چند بار باختن یا چند بار مساوی کردن تیم شما برنده شد، اون وقت موضع گیری شما این خواهد بود که چه پیشبینی دقیقی کردم، در حالی که شما پیشبینی نکردید، جز این چیزی رو نمیگید. و بنابر قانون احتمالات به هر حال هر از گاهی اون اتفاق میفته. اون مواردی که اون اتفاق نمیفته رو که دیگه به یاد بقیه نمیارید، ولی اون مواردی که اون اتفاق میفته رو به یاد بقیه میارید و بزرگش میکنید و به حساب پیشبینیتون میذارید. در فضای سیاست هم همینطوره. در فضای سیاست هم تحلیلگرانی وجود دارن که موافق یا طرفدار یا فعال در جهت یک جریانی یا یک کاری یا یک عملی هستن. اونها قبل از هر پدیده‌ای که ممکنه نتایجش به سمت‌های مختلف بره، مثلا قبل از انتخابات، فرض کنید شما موافق انتخاباتید، مخالف انتخاباتید، یک حرف رو بیشتر ندارن. اگر مخالفن همیشه میگن که خب آخرش همه بهشون اثبات میشه که نتیجهش منفی در خواهد اومد. اگر موافقن همیشه خواهند گفت که این آخر عاقبتش مثبت‌تر از این چیزی که مخالفان دارن میگن در میاد و همه این آخرش خواهند فهمید. بالاخره شما هر از گاهی اون چیزی که میگین در عرصه عمل به وقوع میپیونده، ولی این رو که نمیتونید به حساب پیشبینیتون بگذارید، چون شما دارید 20 سال همین حرفو میزنید، شما دارید 10 سال همین حرفو میزنید، پیشبینی انجام ندید. شما طرفدار این جریان هستید، شما طرفدار این حزب هستید، شما طرفدار این پدیده هستید و همیشه هم بر همون مبنا پیشبینی کردید. یک دفعاتی اتفاق مطابق اون چیزی که شما از قبل گفتید به وقوع نمیپیونده، اونجاها رو میذارید کنار. اون مواردی که شده اونجاها رو برجسته میکنید و حتی میتونید بعد از 10 سال مجموعی از اینها رو کنار هم بذارید، بگید ببینید در این زمانهای گسترده و در این مواقع گسترده من یک واقعه رو پیشبینی کردم، در حالی که اینطور نبوده در عمل. به عبارت دیگه، شاید تو زندگی شخصی خیلی از ما این تجربه رو داشته باشیم. فرض کنید که شما مادر بزرگ مهربانی دارید که هر وقت میرید سر جلسه امتحان میگه که من دلم روشنه که امتحانت خوب میشه. خب بالاخره یه زمانی ممکن امتحان شما خوب بشه، مادر بزرگ شما نمیتونه بگه من تحلیلگر رفتار تو بودم، او همیشه داره همین رو میگه. یا مادر بزرگ مهربانی دارید که هر وقت از خونه میرید بیرون میگه مواظب باش که زمین نخوری، سرما نخوری. اگه بالاخره یه وقت سرما خوردی، مادر بزرگ محترم شما نمیتونه بگه که من تحلیل کردم وضعیت رو، نه، اون همیشه داره همین حرفو میزنه. بالاخره یک وقت هم میشه. و این هم باز یک شیوه دیگری هستش که طرف تحلیل میکنه، مینویسه، میگه، مستقل از فکت ها. فکت ها هرچی باشن اون نتیجه گیری خودش رو از ابتدا کرده.